سلام، روز خوبی داشته باشید. ما دوباره برگشتیم بعد از 6 7 ماه 8 ماه توی یوتیوب و اینکه دیگه قصد نداریم کلا توی اینستاگرام فعالیت ولاگ و اینا رو انجام بدیم فعلا، حالا تا وضعیت مملکتمون درست شه. امیدوارم حالمون خوب بشه. توی اینستاگرام این همه مدت فعالیت نکردیم به خاطر این بود که گفتیم روشن دیگه، گفتیم که خبرهای مهمتری هست توی اینستاگرام که شما بخواید بهش برسید بپردازید و همین دیگه. امروز چند بار ویدیو گرفتیم، چند بار خواستیم، یعنی 5-6 بار ویدیو گرفتیم که بذاریم، ولی اصلا حسش نبود و واقعا نمیتونستیم بذاریم. دنبال یه راهی بودیم که هم با شما ارتباط برقرار کنیم، اصلا ویترین کارمون جدا این که انرژیمون رو میگرفتیم از بچه ها که مثلا همش حالا ویدیو میساختیم، کارمون انجام میدادیم. توی این مدت هم یه عالم کار انجام شد، کارهایی که اومد دوست داشتیم با شما در اشتراک بذاریم، ولی حسش خوب نبود برامون دیگه. حالا یکیش یه 200ش توربا بود، یکی 200ش بود نایتروس داشت. پروژه ها رو نمیدونم اصلا آخرین باری که ول کردیم کجا بود. یه پروژه داریم لمنز داره کارش انجام میشه، موتورش و اینا. همه اینا رو یه چند بار فیلم گرفتیم، ببینیم انقدر زیاد بود که اصلا نمیدونم یعنی چه جوری سیستمش الان که بخوام دقیق بهتون بگم، ولی داره کارش انجام میشه. بیست پروژه خودمونه، اون داره کارش انجام میشه. سعی کردیم یه جوری به یه جایی برسه کارمون که اگه میخوایم فیلمی بذاریم قابل انرژی دادن باشه به شما و اینکه خودمونم انرژی بگیریم. برای همین تو اینستاگرام فعالیت نمی کنیم فعلا و قصدمونم اصلا عادی سازی نیست، چون اصلا معتقد نیستیم به یه همچین دلیوری، چون که اصلا مگه میشه عادی بشه زندگی ما به این راحتی. و همین، حالا ما انرژیمون رو به زور خودمون رو نگه داشتیم، حالا امیدواریم که از شما انرژی بگیریم از این بعد. امروز هم یه کاری داریم، حالا ما میریم با هم دیگه میریم، حالا میاد ماشین و ماشین رو میبینید و امیدوارم این لذت ببرید. امروز یه دونه بی ام وی 2002 آبی رنگ خوش رنگ اومده پیش ما برای اینکه بخوان یه سری بازسازی روی ماشین انجام بدن. حالا کار فنیشو قرار شده که ان شاء الله ما در خدمتشون باشیم. حالا ببینیم برنامه‌مون چجوری میشه، به نتیجه میرسیم و اینا. خیلی خوشحال میشیم که بتونیم کاراشو بکنیم و در خدمتشون باشیم. و اینکه خیلی ماشین باحال و فانیه، من از بچگی دوست داشتم تو بی ام وی 2002 رو خیلی زیاد و اینکه توش هم خیلی بانمکه. امروز اومدن اینجا، حالا دمه در اینجا ماشین چون زیاد خواب بوده شیلنگاش فرسوده شده بوده، شیلنگ بخاریش پاره شده بود، شیلنگ بخاریش رو عوض کردیم، یعنی درستش کردیم، آرشون ایسی خوروندیم بهش، اینشالله که بتونم مشکل دیگه نباشه از این سمت. ولی خب شیلنگ خیلی پوسیده است. ماشین کارراتور و موتورش هم که M10ه و حالا سه کاره بازسازی داره، ولی خیلی ولی خب پتانسیل بازسازی هم داره. ماشین ترتمیزیه، امیدوارم که چرخش بچرخه براشون. دوست خیلی بانمک داره، آب پاشش خیلی بانمکه، یعنی این لام میزنه بیرون، از این لام میزنه بیرون. بذار توشم بگیرم، از توشم بگیریم، اینم توشه، بذار اینم با فلش میتونیم بگیریم. آره خیلی بانمک و جذاب و از اینا و از اینا و مخصوص بچه های آلمانی بازی. و حالا قصد دارن که به صورت کلاسیک جمع کنن ماشینو و امیدواریم که بتونیم یک کار ترتمیز رای بدیم و در خدمتشون باشیم. اینجاش هم زده آختون، اینجاش هم زده آختون، بازی کماندوز بود بچه بودیم، بازی کماندوز بازی میکنم، استراتژی میدیدن همون میگفتن آختون 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 وارنینگشه، شاید وارنینگشه، هشدار میشه فکر کنم. بریم حالا بریم چی کار داریم که بیشتر میگرد از زنگو شیلنگ بخاری رو درست کردیم، بی ام وی رو، بی ام وی 2002 رو، و اینکه رفتن و
امروز هم یه کار دیگه کردم، من لاستیک سیویک رو بالاخره بعد از مدت ها سعی کردیم که پولمون رو جمع کنیم رو هم دیگه، قلکمون رو بشکنیم، لاستیک بگیریم، لاستیک چیز خاصی نگرفتیم، لاستیک چینی گرفتیم جفتی 4700. خیلی هم همه چی عالی و خوب، انقدر مسخره شده همه چی، اصلا قیمتا ریت افزایشش و آپدیتش خیلی عجیب غریبه. حالا با یک شامپو فرش حالا چیز میکنیم دیگه، بریم به هم دیگه ببینیم لاستیکشو، یه سری توضیح بدم. من توی جاده این گلگون که میایم انقدر آتشخال میریزه و اینا، همش ده بار لاستیک ترکوندیم. توی 6 ماه گذشته 3 بار من لاستیک ترکوندم. بشین باشه بشین. اینم پنجر شده بود لاستیک یده کنم، دیگه پنجرشو گرفت و اینو گذاشتم که حالا بندازم واسه یدک. این دوتا هم که زاویه لاستیکام اشتباهه، دارم یک شنبه میبرم پیش سعید، آقا سعید جلوبندی سازی سعید خیام دماوند و درستش کنه. این ور لاستیک میبینید چیه بابا؟ این ور لاستیک میبینید خورده شده، به خاطر اینه که خورده شده به خاطر اینه که این بیرون لاستیکه، اینو میخواستم بگم، این بیرون لاستیکه نه توی لاستیک. بشین باریکلا. این بیرون لاستیکه. حالا چرا اینجوری شده؟ من جفت چرخه جلوم کمبر منفی داره، ولی باز بیرون لاستیکش خورده شده، بخاطر اینکه یکیش کمبرش خیلی بیشتره و فکر میکنم که مشکلی هم توی کسترم احتمالاً باشه. برام بشه سعید، آقا سعید نشون بدیم ما ببینیم که چی به چیه. بعد یه نکته دیگه هم که این 195 50 15 بود همیشه لاستیکای من و الان تبدیلش کردیم به 195 55 15. لوگان برو تو، لوگان برو تو اینجا، برو تو، برو تو بابا، برو تو بابا، بیا برو تو. لش کرده حالا، بیا اومد تو، مرز داره، حالا نمیاد بیرون. یاش کن روخش به نظرم قشنگتر شد با این لاستیک ها. آره بارون زده هم یعنی تموم شده، هوا خیلی خوبه. یا از این بر مثلا بگیر، این پرتر شده توی گلگیرا. حال شده زران نرمتر میشه، یکم هم ارتفاع شما بالاتر دیگه، یه خطای سرعت هم داشتم اتوانا خیلیش برطرف شد. اینم از سیویک و یه سری کارم روی ماشین داریم انجام میدیم، اونا در جریانتون میذاریم. خیلی هزار تا پروژه با هم دیگه داره اتفاق میفته و خیلی ماهای کثافتی بود واقعا نظرم. درست میشه انشالله، درست میشه فعلا. از بازماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم.